روز شمار نیاکان، برنامه ای از شبکه ZN TV. ورگرم یا راستی آزمایی با آتش، آزمایشی بوده که در ایران باستان هنگام برخی داوری ها میان کسان از سوی داوران برای اثبات راستگویی یا حقانیت کسی برگزیده و به اجرا گذاشته میشد. ورگرم با آتش یا روی گداخته به انجام می رسیده. برای نمونه گذر سیاوش از آتش برای نشان دادن بیگناهی گونه ورگرم با آتش بود، یا ریختن فلز روی گداخته بر سینه آذرپاد مهرسپندان، یکی از پیشوایان دینی مشهور در دوره ساسانی، برای اثبات ادعایش. در متن پهلوی گزیده های ذات اسپرم حتی انجام آزمایش ورگرم به خود زرتشت هم نسبت داده می شود و چنین بازگو می شود که وی برای نشان دادن درستی ادعایش فرمان داد تا بر سینه‌اش فلز روی گداخته بریزند. ورگرم در میان اروپاییان مسیحی نیز رواج داشته است. در زبان انگلیسی بدان اوردیل میگویند که معنای آزمون دشوار میدهد. در میان ایشان این آزمون برای نشان دادن گناهکاری یا بیگناهی کسی انجام میشد. یکی از این راستی آزمایی ها با ورگرم آزمون گذر از گاواهن گداخته توسط همسر هاینریش دوم امپراتور روم است. وی که به زنا متهم شده بود برای اثبات بیگناهی بر روی گاواهن داغ گام برمی‌دارد. روایت این ماجرا در سنگ‌نگاره‌ای در کلیسای بامبرگ سال 1010 میلادی به تصویر کشیده شده. در سال 1215 پاپ اینوسنت سوم این آزمون را ممنوع اعلام کرد و جای آن را سوگند خوردن برای براءت و اعتراف به زور شکنجه گرفت. پدیده داغ و درفش یا آهن تفته و سیخ سرخ کرده که پیشینه دراز در امر شکنجه و گرفتن اعتراف به لحاظ تاریخی دارد، در روزگار اسلامی نیز تداوم یافته و جزی از سازوکار داوری در نظام قضا را در حکومت خلفای اموی و عباسی تشکیل می‌داد. در روزگار کنونی هم هنوز هستند مردمانی که برای داوری اختلاف ها و راستی آزمایی از متهمین به ورگرم یا آزمایش با آتش یا فلز گداخته رجوع می کنند. برای نمونه در میان بخشی از مردم مصر و الجزایر این باور وجود دارد که شخص متهم به خیانت یا دزدی باید برای اثبات بیگناهی خود در حضور فردی ریش سفید و معتمد تن به آزمایش با فلز گداخته بدهد.